آیا دوچرخه بهترین راه مقابله با آلودگی و ترافیک تهرانه؟ خب من سلام عرض میکنم خدمت دوستان و کنشگران عزیز در تشکل مردم نهاد کندو و امیدوارم که کار ارزشمندی که آقای علی بیتاژیان شروع کرده با کمک دوستان و همفکرانش به سرعت گسترش پیدا بکنه. در زمینه آلودگی هوا در تهران بیش از 60 ساله که دارن رهبران شهری و مردم تلاش میکنن که این مشکل حل بشه. چرا حل نشده؟ دلیلش اینه که فکر کردن که برای حل آلودگی هوا باید برن سراغ بهبود کیفیت سوخت خودروها، باید برن سراغ بهبود کیفیت کاربراتورها، معاینه های فنی رو تقویت بکنن، باید تلاش بکنن تا فضای بیشتری برای تردد در شهر ایجاد بکنن، اتوبان ها بزرگراهای بیشتر بسازن، میادین رو حذف بکنن، تقاطع‌های غیر همسد بسازن، پارکینگ های طبقاتی ایجاد بکنن و مدام و مدام هزینه های زیادی رو بر دوش شهروندان گذاشتن. اما نه تنها ترافیک آلودگی هوا حل نشد که هر روز بر وخامتش افزایش پیدا کرد. چرا؟ به خاطر اینکه ما یه آلمان غلط انتخاب کردیم. برای حل بحران آلودگی هوا نباید بریم سراغ حل بحران آلودگی هوا. دقت کردید؟ برای حل بحران آلودگی هوا نباید بریم سراغ حل بحران آلودگی هوا. باید چی کار بکنیم؟ باید بریم سراغ حل بحران ترافیک. اگر ما بتوانیم ترافیک رو حل بکنیم میتونیم آلودگی هوا رو هم حل بکنیم. اما ما اگر به فرض بتونیم آلودگی هوا رو حل بکنیم ممکنه نتونیم ترافیک رو حل بکنیم. بذار شفافتر بگم. الان معاونت امر و نقل ترافیک شهرداری تهران گفته که میزان خودروهای موجود در سطح شهر تهران 6 برابر ظرفیت معابر عمومیه. برای همین ما روزانه 22 میلیون ساعت از عمرمون رو در ترافیک داریم از دست میدیم که ارزشش در یک سال میشه 11 هزار میلیارد تومان، یک سوم بودجه وزارت آموزش پرورش. حالا فرض کنید همه این خودروها الان هیبرید بودن، برقی بودن. از این بهتر؟ آیا مشکل ترافیک حل میشد؟ اگه همه برقی بودن حل نمیشد. چرا حل نمیشد؟ چون همچنان تعداد خودروها 6 برابر معابر عمومیه. در صورتی که اگر ما کاری بکنیم که مردم داوطلبانه خودروهای شخصیشون رو بذارن کنار، از مودهای دیگر حمل و نقلی مثل مترو، اتوبوس، دوچرخه یا پیاده استفاده بکنن، ترافیک حل میشه. و ترافیک موقعی حل میشه که ترددها کاهش پیدا بکنه. و وقتی ترددها کاهش پیدا بکنه یعنی آلودگی هوا هم کم میشه. یعنی آلودگی صوتی هم کم میشه. یعنی کم تحرکی هم کاهش پیدا میکنه. یعنی سلامتی افزایش پیدا میکنه. یعنی نشاط افزایش پیدا میکنه. یعنی جرمخیزی در تهران کاهش پیدا میکنه، چون در تهران 7000 نزاداره در هر 100000 نفر رخ میده و یه دلیلش آلودگی صوتی زیادی که در تهران وجود داره. مثلا زیر پل سیدخندان 86 دسیبل، حد اکثر تحمل ما 60 دسیبل. از 60 دسیبل میره بالاتر چی میشه؟ ما دچار کنذهنی میشن بچه‌هامو، خودمون دچار ناراحتی گوارشی میشیم و بدتر از همه این که ظرفیت تحملمون میاد پایین، حد خاشگر میشیم و بندش بهانه ای با همشهریان خودمون گلاویز میشیم. چرا باید برای 22 میلیون خانواده 15 میلیون پرونده هر سال گشوده بشه؟ دلیلش برمیگرده به همین. و ما میتونیم با تمرکز بر حل مشکل ترافیک بقیه مشکلات رو حل بکنیم. سوال بعدی من اینه که چه کار میتونیم بکنیم تا شهروند دوستدار محیط زیست بشیم و چطور خودمون رو در قبال همشهریامون و شهر خودمون مسئول بدونیم؟ ببینیم کاری که ما باید بکنیم اینه که سعی بکنیم تا حد اکثر میزان کربن تولیدی خودمون رو کاهش بدیم. شهروندانی که از خودروهای شخصی کمتر استفاده میکنن، شهروندانی که تا دو طبقه از آسانسور استفاده نمیکنن، شهروندانی که مصرف پروتئین حیوانیشون در سبد غذایی ایرانیان در سبد غذایشون کمتره، از پروتئین گیاهی استفاده میکنن، شهروندانی که به جای استفاده از پلاستیک از کیسه‌های پارچه‌ای استفاده میکنن، اونها شهروندان مسئولیت پذیر هستن. اولین کاری که یه شهروند مسئولیت پذیر باید بکنه اینه که سبک زندگی خودش رو درست بکنه.
وقتی سبک زندگی خودتون درست کردی، اون وقت میتونی متأثر کنی دیگران. ولی لایف استایل یا اون سبک زندگی مردم ایران محیط زیستی هست یا نه؟ نه، متاسفانه به هیچ عنوان نیست. مردم ایران عادت دارن که کباب زیادی بخورن و فکر میکنن طعمش با زغال یه چیز دیگه میشه. مردم ایران عادت دارن تا سر خیابون که میرن ماست بخرن با اتومبیل برن. مردم ایران عادت دارن که دقیقا جلوی مغازه پارک کنن، دوبله پارک کنن و حتی یه زن این ورتر یا اون ورتر نرن. مردم ایران حتی وقتی میخواد سوار تاکسی بشن نمیرن یه جایی تو خیابون وایسن که وقتی تاکسی میخواد نگه داره ترافیک ایجاد نکنه. در کمترین زمان لازم میخوان سوار تاکسی بشن. مردم ایران زباله‌های خودشون رو تفکیک نمیکنن و زباله‌های خودشون هر ساعتی که دلشون بخواد میذارن بیرون. اینها اتفاقات و رفتارهایی که تو مردم ایران میبینه. هنوز بخشی از مردم ایران با افتخار کنار لاشه خونالود یک کیوان نیستن و به دوربین لبخند میزنن و خودشون رو شکارچی اعلام میکنن. مردم ایران هنوز ما میبینیم که شیشه ماشینشون میکشن خانه و زباله پرت میکنن. در دل طبیعت مردم ایران به شدت سیگار میکشن و تاثیرشون رو در طبیعت رها میکنن. ما خیلی راه نرفته و کار نکرده داریم، اما من مقصر مردم ایران نمیدونم. مقصر همه این بدرفتاری ها و کشسری غیره ها رو رهبران و مدیران میدونم که مجال ندادن تا مردم ایران رشد بکنن، مجال ندادن تا مردم ایران از دل مدارس طبیعت به جامعه قدم بزنن. مردم ایران اگر مطالعه میکردن، اگر مجال پیدا میکردن تا فهم اکولوژیک پیدا بکنن، مردم شایسته میشدن. چرا؟ چون تو همین شرایط وقتی ما کمک میخوایم از مردم ایران برای اینکه چند محیط پان نجات بدیم، وقتی که کمک میخوایم برای اینکه آبشخور درست بکنیم، وقتی که کمک میخوایم برای اینکه علوفه بدیم، مردم ایران داوطلبانه کمک میکنن. نقش و وظیفه انجمنها تو آشی دادن مردم با رفتارهای محیط زیستی رو چطوری ارزیابی میکنید؟ انجمنها چطور میتونن مردم رو به سمت سبک محیط زیستی زندگی هدایت کنن؟ اولین کاری که انجمنها باید بکنن اینه که خودشون به اون چیزی که میگن مقید باشن. وقتی همایش محیط زیستی شکل میگیره و بعد جای پارک نیست برای مردم، یعنی که همه اون اعضای محیط زیستی خودشون با اتومبیل شخصیشون اومدن، وقتی همایش محیط زیستی شکل میگیره و ما میبینیم که لیوان یه بار مصرف میذارن و ظروف پلاستیکی استفاده میکنن، مردم چجوری شما رو باور میکنن؟ مردم شما رو باور نخواهند کرد. تشکل‌های مردم نهاد باید اول رفتارها و سبک زندگی خودشون الگو باشه و بعد بدون اینکه بخوان چیزی رو تعمیل بکنن، این سبک زندگی رو تا اونجایی که امکان داره منتشر بکنن. معروف رو میگن باید فریاد زد. تشکل‌های مردم نهاد روی کاغذ 800 تا هستن. هر کدومشون اگر فرض بکنیم که 100 نفر هم عضو داشته باشن، رقم قابل توجهی میشه. بین 800,000 نفر تا 1,000,000 نفر میشه. 1,000,000 نفر کجا نلا؟ 1,000,000 نفر چرا دوچرخه سوار نمیشن؟ 1,000,000 نفر چرا از کیسه پارچه استفاده نمیکنن؟ اینا خیلی میتونه مؤثر باشه. در آخر اینکه به کیفیت و کمیت حمل و نقل عمومی تهران اگه از 10 تا 20 بخواید نمره بدین، چه نمره ای بهش میدین و دلیلتون چیه؟ من خودم همیشه دارم از وسایل حمل و نقل عمومی تهران استفاده میکنم. هر روز از مترو و اتوبوس دارم استفاده میکنم. خیلی بهتر شده نسبت به قبل، اما هنوز هم خیلی فاصله داره. اما مترو به حال تو زمستون خیلی محیط گرم و دلپذیری داره. اتوبوس بی‌آر‌تی خیلی ایرکاندیشنشون خوبه، کیفیت صندلیاشون خوبه، اما تعدادشون کمه و این باعث میشه فشار زیادی به مردم بیاد، به خصوص به زنها. احساس امنیت نمیکنن و استفاده نمیکنن. اگر این اتفاقات حل بشه، همچنین ما اگر به جای تاکسی روی در واقع مینیبوس تمرکز میکردیم و مینیبوس های با کیفیت تر و ون های با کیفیت تر وارد شهر میکردیم، به مراتب استقبال مردم بهتر. هوای تهران رو به نظرتون میشه با انجمنی مثل کندو تغییر داد؟ شعار ما مراقب هوا باشیمه و میخواییم شروع کنیم از مردم جامعه، از خودمون، از بچه های گروه خودمون که این رو بیایم یه ذره محیط زیستی در عمل کنیم. نظرتون هر روز کندو چیه؟ آره حتما، من به کندو خیلی امیدوارم. کندو میتونه یه گرانیگاهی باشه برای اینکه همه دوستداران شهر
دورش جمع بشن، بشه یه الگوی خوب برای اینکه عین کندو در اصفهان، مشهد، تبریز، همدان، شیراز، کرمانشاه دوباره تأسیس بشه. کندو باید چراغ خودش روشن بکنه. کندو اولش نباید این فکر رو بکنه که اومدم که مشکلات جهان حل بکنم و مشکلات کشور یا مشکلات تهران. اول باید مشکلات خودش حل بکنه. کندو باید به خودش شفاف و صادق باشه. اعضای کندو باید همشون تو کوله پشتیاشون یه دونه قمقمه داشته باشن و هیچ وقت در واقع لیوان یه بار مصرف استفاده نکنن. این خود من که همیشه یه دونه قمقمه دارم با خودم و از این استفاده میکنم وقتی میخوام آب بخورم. همیشه باید توی کولهاشون یه دونه کیسه پارچه‌ای داشته باشن تا وقتی میان خرید از کیسه پلاستیکی استفاده نکنن. همیشه باید اهل رکاب باشن و از خود شخصی تک سرنشین به خصوص استفاده نکنن و به این ترتیب معجزه اتفاق میفته. آروم آروم مردم میگن میشه رو دیوار اینا یادگاری نوشت. چرا؟ چون اونا به اون چیزی که میگن خودشون اول دارن عمل میکنن. سپاسگزارم ازت.